فیزیک کوانتوم چه میگوید؟ ناسازگاری فیزیک کوانتوم با فیزیک کلاسیک به چه مسائلی در علم فیزیک دامن زده و چه پیامدهای فلسفی به دنبال داشته است؟ سلام، زمانی در خلال بحث‌های مربوط به کوانتوم آلبرت اینشتین گفت خدا تاس نمی‌اندازد. او به این دلیل چنین گفت که با بعضی از تفسیرهایی که از فیزیک کوانتوم میشد موافق نبود. از اون زمان مکانیک کوانتوم یا به عبارت رایج‌تر فیزیک کوانتوم دستخوش تغییر شده و بر حجم دانستنی‌ها افزوده شده. اما در حیطه تفسیرهای کوانتوم و پیامدهای فلسفی اون تفاوت فاحشی پدید نیامده است. کماکان در مورد عدم قطعیت صحبت می‌شود. کماکان پرسیده می‌شود آیا فیزیک کوانتوم اصل علیت را زیر سوال می‌برد یا نه؟ و کماکان در مورد امکان نتیجه‌گیری از یافته‌های فیزیک کوانتوم در مباحثی چون اراده آزاد آدمی و جبر و اختیار صحبت می‌شود. در برنامه این هفته پرگار می‌پرسیم ناسازگاری فیزیک کوانتوم و فیزیک کلاسیک در چیست و چرا باید این ناسازگاری را جدی گرفت. وریا امیری دانش‌آموخته فیزیک نظری از دانشگاه لندن و ابوالفضل بیات محقق فیزیک کوانتوم در دانشگاه لندن ابتدا به زبان ساده از کوانتوم خواهند گفت و سپس از مسائل علمی و فلسفی که کوانتوم ایجاد کرده. خیلی خوش آمدید. آقای امیری، به زبان ساده ابتدا ما بگو کوانتوم چی میگه؟ اگر بخوایم خیلی ساده توضیحش بدیم، باید گفتش که کوانتوم فیزیک که بعد حاصل شده مکانیک کوانتومی در حقیقت یک ابزاری است، یک روشی است بر پایه ریاضیات احتمالی که از طریق اون بشه رفتار ذرات رو در سکیل ها یا در ابعاد بسیار ریز پیش بینی کرد و مدل سازی کرد. خب برای توضیح بیشتر باید اول فهمید که فیزیک کلاسیک چه بوده و فیزیک مدرن چیست. فیزیک کلاسیک اون چیزیست که ما میدونیم نیوتن هست، مکانیک، بله، تا اینشتین، قوانین الکترومغناطیس هست، قوانین مکانیک. نگاه به جهان یک نگاهی است که در اون تایم یک یا زمان یک پدیده ثابت است که انگار هر نقطه، هر پدیده‌ای در این جهان تیک 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 یک ساعتی بر او وارد می‌شود، یک تایم به او داده می‌شود. این نگاه هست و ابعاد یعنی فاصله ثابت هستند. ما به زمان و مکان در فیزیک کلاسیک نگاهمون این گونه است. تا اینکه اشکالاتی پیش اومد، یه سری آزمایش‌ها انجام شد که نتایج عجیب غریب به ما دادن و این آزمایش‌ها منتهی شد به اینکه یک فیزیکدان مهمی به نام پلانک اومد و پلانک و انیشتین، هر دو اینها، انیشتین اومد این قالب و الگوی زمان مطلق و مکان مطلق رو شکست و نگاهی کرد به قضیه که نگاه نیوتن نبود و فیزیک نیوتنی رو در حقیقت به گونه‌ای بهترش کرد، یک لایه‌ای بر روی، یک لولی بر روی ساخت، بهش گفت نسبیت خاص. حالا که در سال 1905 بسیار سال مهمیه در تاریخ فیزیک و بعد از اون در ادامه 1915 است فکر میکنم که نظریه نسبیت عام رو نوشت و از با یک نگاه جدیدی این بار به گرانش نگاه کرد و یک موضوعی رو مطرح کرد به نام فضا زمان که هر نقطه در فضا یک زمان هم دارد، یعنی یک بعدی به نام زمان به اون مختصات سه بعدی هر نقطه در فضا اضافه شد و از اون طریق جاذبه نیوتن رو بسیار بهتر توضیح داد و اصلا گفتش که آقا این چیزی که ما فکر می‌کنیم دو جرم همدیگر رو جذب می‌کنن در حقیقت خم شدن این خطوط فضاست که یک جسم به جسم دیگری هول میده در حقیقت. بله. اما اشاره به پلانک کردید، پلانک چیکار کرد؟ همین می‌خواستم بگم که انیشتین به سمت نسبیت رفت و پلانک در حقیقت میشه گفت بنیانگذار نگاه کوانتومی به فیزیک است که یک نگاه دیگری است. نسبیت به سمت ابعاد بزرگ میره، به سمت سیارات و کهکشان‌ها. کوانتوم سعی می‌کنه که ماده رو در ابعاد بسیار ریز بررسی بکنه و پلانک بعد از یک آزمایش معروفی که درباره در حقیقت تابش اجسام سیاه هست، تونست این آزمایش رو با یک نگاه جدید به فیزیک حل بکنه و این نگاه جدید این بود که ما انرژی رو به صورت یک بسته در نظر بگیریم که اسمش رو پلانک گذاشت کوانتا در حقیقت کوانتوم. و معنی این است که شما برای اینکه یک پرتاب نور به عنوان مثال، حالا من اینجا میگم پرتاب، در حقیقت یک فوتون رو بتونید بتابانید یا جذب بکنید، شما احتیاج به پریدن بالا پایین در یک مدار الکترونی دارید. یعنی یک الکترون باید از یک مدار به مدار بالاتر بپره وقتی که یک فوتون رو جذب میکنه، یا اینکه از مدار بالاتر به مدار پایین تر بیفته، انرژیش رو از دست بده، اون انرژی تبدیل بشه به یک فوتون و تابیده بشه از درون اتم به سمت بیرون. و
مقدار فاصله این دو لول انرژی یک مقدار مشخصی است، نمیتونه خورده نداره، یعنی مثلا یا 12 است یا 13 است یا 14 است، 13 و 75 صدام نمیتونه باشه. خب. برای همین نگاه این بود که مقدار اندازه انرژی در این جهان یک مقدار بسیار ثابت است و وقتی نور تابیده میشه یا یک موج الکترومغناطیس که نور یک موج الکترومغناطیس هست تابیده میشه در بسته‌هایی از انرژی که ما اسمش حالا میذاریم فوتون تابیده میشه. اون چیزایی که در مورد اجرام بزرگ گفته میشه اینجا دیگه صادق نیستیم. یک چیز جالب اینجا هست که شما در اسکیل ریز در ابعاد ریز هر انتظاری میتونه از هر ذره‌ای داشته باشید و تمام آنچه که ما بهش میگیم عقل سلیم در حقیقت یا حس مشترک، عقل مشترک دقیقاً که یک زمانی وجود دارد، مکانی وجود دارد، یک پدیده در یک حال نمیتواند در دو جا باشد و فرضیه‌های خیلی مشخصی که ما داریم که براش زنده بمانیم در جهان کوانتومی کار نمیکنه و این ذرات هر رفتاری دارن که بهشون میگیم کوانتوم بیهیویر، رفتار کوانتومی و در حقیقت با استفاده از احتمالات و یک تابع احتمالی نوشتن، یک چیزی که بهش میگیم تابع موج، میتونه کوانتوم سیت، حالا وارد کلمه کوانتوم سیت هم نمیخوام بشم، ولی میتونه به شما پیش بینی بکنه که یک سیستم کوانتومی چطور میتونه رفتار بکنه. به این عنوان نیست که بتونه دقیقاً بگه یک الکترون چه میکنه، ولی مجموعی از الکترون ها رو میتونه به شما بگه که احتمال اینکه بعد در فلان نقطه باشن بیشتر است، در فلان نقطه باشن کمتر است و نتایج بسیار دقیق به ما میده، بسیار دقیق. اما اینکه چگونه فیزیک کوانتوم کار میکنه، این مشکل اینجاست که بسیار از فیزیکدانا، حتی خود فکر میکنم فاینمن، این جمله فاینمنه که اگر فکر میکنید فیزیک کوانتوم رو میفهمید در حقیقت یعنی آن رو نمیفهمید، یا اینکه اینقدر عجیب است این فیزیک که احتیاجی به فهمیدن ندارد یا نمیتوان اصلا آن رو فهمید. بله. تفسیرهایی که از فیزیک کوانتوم میشه چیه آقای بیات؟ ببینید از 1900 که در واقع ماکس پلانک مسئله کوانتوم انرژی رو مطرح کرد، یعنی اعلام کرد که انرژی ها میتونن خیلی مشخص باشن، پیوسته ای نیستن مثل فیزیک کلاسیک، تا 1927 منفصل باشن در واقع. تا 1927 فیزیکدان ها خیلی سعی میکردن که پدیده تابشی که از اتم ها میاد، یعنی دقیقاً اینکه اتم ها با انرژی بسیار خاصی تابش میکنن و نه پیوسته، خیلی سعی میکنن که فیزیک کلاسیک رو مقدار اصلاح بکنن و با این اصلاحات مثلا مشکل رو حل بکنن، ولی مسئله اینجا بود که نمیتونستن نتایج آزمایشگاه رو کامل توضیح بدن و همیشه هم تناقض میخوردن، تا اینکه یه عده جوان خیلی گستاخ، خیلی جسور و خیلی ریاضی بلد، این جوانای ریاضی بلد اومدن و یک فرمالیسم ریاضی به وجود آوردن که این پدیده رو توصیف میکرد با دقت بسیار بالا، ولی خب یک سری مشکلات فلسفی پشتش با خودش آورد. برای اینکه اینها تفسیری که از این فرمول بندی ریاضیشون میکردن که این فرمول بندی ریاضی هیچ تناقضی درش نیست، خب تناقض منطقه اصلا نداره، ولی یک مسئله به وجود میاره، مثلا میگه که یک ذره رو شما خاصیت هاش رو تا وقتی که اندازه گیری نکنید اصلا اون خاصیت وجود نداره، نمیشون در مورد صحبت بکنید، مثلا یک ذره مکان نداره مگر اینکه شما مکانش اندازه گیری بکنید. خب ما قبل از اندازه گیری چی میدونیم در مورد این ذره؟ میگه در مورد این ذره فقط شما میتونید به اندازه یک حالت کوانتومی اطلاعات داشته باشین. حالت کوانتومی چیه؟ یعنی میگه که فقط میتونید مشخص بکنید که در صورت اندازه‌گیری هر نتیجه‌ای با چه احتمالی میتونه ظاهر بشه. و این خیلی اذیت میکرد انشتین رو، که مثلا یعنی چی که ما یک ذره‌ای رو مثلا نتونیم بهش مکان نسبت بدیم؟ این جهل ما باید باشه، نه اینکه طبیعت باشه. بنا تاکید میکردن که نه، این جهل ما نیست، این قانون طبیعت هستش. این تفسیر به خاطر اینکه نیلز بور در کوپنهاگ بود و این جوان‌ها خب با اون کار می‌کردن به عنوان تعبیر کوپنهاگی معروف شد. بعد خب خیلی از آدم‌ها می‌خوان مشکل رو حل کنن، یعنی اینکه ما نتونیم یک خاصیت رو به جسم نسبت بدیم رو مشکل حل بکنن، تفسیرهای دیگری به وجود اومد. من به دو تا دیگه از این تفسیرها اشاره می‌کنم. یکیشون تفسیر بوهمیان هستش که دیوید بوهم ارائه کرد، متفاوت هستش با نیلز بوهر. دیوید بوهم نظریش اینطوری بود که میگه که فیزیک کلاسیک برقراره، ولی ذرات کوانتومی، این ذرات خیلی کوچک، یک نیروی جدیدی رو هم احساس میکنن که این نیرو اسمش گذاشت نیروی کوانتومی. بله، این نیرو چی از کجا میاد؟ برای اینکه بفهمیم نیرو کجا میاد باید اون حالت کوانتومی رو که کوانتوم در واقع مکانیک کوانتومی معمولی در نظر میگیره باید اون رو به دست بیاریم، بعد از روی اون میشه اون نیرو رو حساب کرد و اضافه کرد و مسئله حل میشه. مشکل مکانیک بوهمیان این هستش که اولا توضیح نمیده که این نیرو واقعا چیه و از کجا باید بیاد، چطوری به شکل تجربی هم نمیتونه ثابت کنه که چی هست. و مشکل بعدش هم دقیقاً همینجا هستش که خب شما یه پیش بینی هایی باید بکنی که مثلا با مکانیک کوانتومی متفاوت باشه، بریم تو آزمایشگاه ببینیم چی میشه.
عمدتاً هم جواب کوانتوم مکانیک کوانتومی رو میدن. در موارد بسیار نادری که پیش بینی شده که مکانیک بهمی و مکانیک کوانتومی نتایج متفاوت میدن، مکانیک کوانتومی برنده شده. این یکی از تفسیرهایی هستش که به حال وجود داره. تفسیر بعدی که به وجود اومد که باز هم سعی بکنه این حالت احتمالاتی رو یه مقدار از بین ببره، چند جهانی هستش. در مفهوم چند جهانی میان میگن که خب برخلاف در واقع تعبیر کوپنهاگی که وقتی که ما یک آزمایشی انجام میدیم و نتیجه آزمایش یکی از این نتایج ممکن هستش که با یه احتمال ظاهر میشه، در چند جهانی میگن که نه، همه نتایج اتفاق میافته ولی جهان به چند جهان متفاوت تقسیم میشه و ما مدام داریم جهان خلق میشه. با هر آزمایشی جهان‌های جدید خلق میشه. خب در یک جهان مثلا این الکترون در این مکان پیدا میشه، در جهان دیگری در مکان دیگری پیدا میشه. بنابراین همه اتفاق‌ها اتفاق، همه اون چیزی که احتمالات نامیده میشه اتفاق میفته، ولی ما در یکی از این احتمالات هستیم. دقیقا. و ما فقط در یکی از این جهان‌ها قرار می‌گیریم، در یکی از این زیرشاخه‌ها قرار می‌گیریم و ما فکر می‌کنیم که اینجا احتمالات اتفاق می‌افتند. بر اساس این تفسیر یه فیلمایی هم درست شده دیگه، فیلم‌های هالیوودی مشهور شدن. بله، خیلی از این فیلم‌ها به وجود اومدن. ولی از نظر علمی یک مشکلی که این تعبیر داره این هستش که حداقل تا کنون ما هیچ راهی نداریم که بتونیم بفهمیم که جهان‌های دیگری وجود دارن. بنابراین از لحاظ تعبیر فلسفی تفسیرهای دیگری هم وجود دارن در مکان کوانتومی. اون چی که اصل عدم قطعیت نامیده میشه یا بهش اشتهار داره، این ربط پیدا میکنه به کدوم یک از این تفسیرها؟ عدم قطعیت نتیجه در واقع نتیجه هستش که شما به طور مستقیم از تفسیر کوپنهاگی میتونید اینو استخراجش بکنید. به این مفهوم هستش در فیزیک کوانتوم به تعبیر کوپنهاگی ما دو تا خاصیت خیلی عمده داریم. یکی اینکه حالت‌های ذره میتونن همزمان وجود داشته باشن. خب یعنی ما یک تاب موج کوانتومی تعریف می‌کنیم، یه حالت کوانتومی هم بهش گفته میشه. این هستش که میاد میگه که حالت ذره قبل از اندازه‌گیری میتونه هر ترکیبی از این حالت‌ها رو وجود داشته باشه. مثلا میتونه حالت صفر و حالت یک باشه. خب اینا همزمان باشه. این بهش میگیم برهم‌نهی کوانتومی. بعد یک خاصیت دومی هم در فیزیک کوپنهاگی وجود داره و اون همینه که اندازه‌گیری هستش. اندازه‌گیری بسیار متفاوت هستش از اندازه‌گیری در دنیای کلاسیک. اون همینه که وقتی شما یک چیز رو اندازه‌گیری می‌کنین، سیستم رو عوض می‌کنین، تغییر می‌کنه. در واقع مشارکت عامل انسانی در اون پروسه رو متفاوت می‌کنه. به این مفهوم که خیلی درکش هم سخت نیست. مثلا اگه شما می‌خواید که یک مکان یک ذره اندازه‌گیری بکنین، خب بعد یک فوتونی بتابونین که این فوتون به اون ذره بخوره به چشم شما. خود همین تابوندن یه عاملیه که وارد سیستم میشه. دقیقاً، چون وقتی فوتون به اون ذره برخورد میکنه، خب لگدش میزنه. وقتی لگدش میزنه که سرعتش تغییر میکنه. و عدم میتونه معنیش این باشه که ما تا نیم سنجش بکنیم که نمیتونیم نتیجه گیری هم به دست بیاریم. میتونه معنیش این باشه که ما نمیتونیم بشناسیم ذرات رو، برای اینکه وقتی وارد میشیم یه عامل دیگه وارد این پروسه سنجش کردیم. بنابراین فارغ از سنجش ما هیچی نمیشه گفت در مورد ذرات. این دقیقاً تعبیر کوپنهاگی هستش که میگه که شما فقط در مورد چیزهایی وجود دارن که میشه اندازه‌گیریشون کرد و وجود و در واقع میشه دیدشون یا حالا به هر نحوی. خب انیشتن با این مشکل داشت. مثلا تعبیر خود انیشتن هستش که اگر من به ماه نگاه نکنم یعنی ماه وجود نداره. این تعبیر هستش که از فیزیک کلاسیک میاد و خب طبیعتا آدم ها باش مشکل داشتن. این صحبتی که در مورد انیشتن کردید ما رو به این سوال جدی میرسونه، چون این یکی از در واقع اون مسائلی بود که انیشتن باش سر و کار داشت دیگه. چقدر باید کوانتوم رو جدی گرفته؟ اول بگم چرا انیشتن زیاد خوشحال نبود. نگاه انیشتن یک نگاهی بود که حالا دیوید بوم هم که اشاره کردن شاگرد انیشتن، یعنی شاگرد همون مکتبه، نگاهی است که دلش میخواد این جهان رو قانون مدار قانون پذیر ببینه. نگاهی است که دوست نداره که در دل این جهان تاس بازی وجود داشته باشه. و این حرفیه که فیزیک کوانتوم میزنه، میگه آقا من به شما یک ذره یه تاسی رو میندازم، به شما میگم احتمال آمدن هر کدوم از این تاسا یک ششمه، ولی اینکه کدومش میاد به شما نمیدونم کدومش میاد، ولی احتمالش رو بهتون میگم. این نوعی جدی نگرفتن کوانتوم نیست؟ یعنی گویی کوانتوم کارشو بکنه ولی ما کماکان اعتقاد خواهیم داشت به قانونمند بودن طبیعت؟ یک سال بعد از این که انیشتن پیپرش رو چاپ کرد، رسالهش رو در حقیقت چاپ کرد، رساله نسبیت عام رو، خودش در یک کتاب، اولین شاید تکستبوکه که برای کوانتوم مکانیک نوشته شده، میگوید که باید تئوری من بعداً کوانتایز بشه. در حقیقت تئوری جاذبه هم باید فوتونی باش برخورد
بشه، یعنی بعد به مدلی که نور فوتون هست، نور رو به واسطه های انرژی فکر کردیم، جاذبه هم بعد این باشه. اما بعداً انیشتن به راه دیگه‌ای رفت. واقعیتش این هستش که بله اختلاف جدی وجود داره و باید واقعا نگاه کرد که نتیجه به کجا میرسه. برای اینکه بخوام خیلی عملگرایانه به قضیه نگاه بکنیم، واقعیتش این هستش که تا حالا فیزیک کوانتومی در هیچ آزمایشگاهی رد نشده، هیچ آزمایشی وجود نداره که فیزیک کوانتومی رو نقض کرده باشه. بعد فیزیک کوانتومی در حال حاضر داره جواب میده. تکنولوژی که امروز داریم استفاده میکنیم کاملا نتیجه فیزیک کوانتومی هستش. مثلا ترانزیستورها با فیزیک کوانتومی ساخته میشن، یعنی شما بدون فیزیک کوانتومی نمیتونید ترانزیستور داشته باشین و ترانزیستورها قلب الکترونیک ما هستن. یعنی شما هیچ وسیله الکترونیکی، موبایل ها، تلویزیون، کامپیوترها بدون ترانزیستور وجود ندارن. اینها هستن، لیزرها مثلا، اینها با فیزیک کوانتومی ساخته شدن. یا اولین در واقع تولید فیزیک کوانتومی مثلا بمب اتم بوده. خب و این از نظر تکنولوژی ما نیازی نداریم که تفسیر فلسفیمون رو عوض کنیم، ولی به عنوان جهان شناختی بله این مهم هست و بایستی که در نظر گرفته بشه. باید به طبیعت این بگیم فیزیک کوانتوم کار میکند، پس درست است، پس واقعیت است، یا اینکه کار میکند فقط ولی اما فقط یک ابزار است، ما نمیدونیم واقعیت چیست. این سوال به نظر من سوال مهمی اینجا. یه جور دیگه هم میشه این رو ترک کرد. آیا ما باید اونجوری که شما گفتید با این ناسازگاری فیزیک کوانتوم و فیزیک کلاسیک به شکل عملگرایانه پرگماتیستی راه بیایم تا ببینیم چی پیش میاد، یا اینکه چالشگرانه برخورد کنیم با این ناسازگاری؟ این واقعا میگم بستگی داره که شما شغلتون کجاست، کجا میخوام بنشینین. خب یک آزمایشگرهای فیزیک کوانتوم، یک نظرسنجی یک بار در وبسایتی انجام شده بود که به کدوم تعبیر از فیزیک کوانتوم بیشتر علاقه‌مندین. یکی از گزینه‌هاش هم این بود که ساکت باش و محاسبه کن و تعداد خیلی زیادی به این گزینه رأی داده بودن. یعنی کسی که داره کار آزمایشگاهی میکنه و دنبال این هستش که مثلا یک ترانزیستور بهتری بسازه، نیازی نداره که حالا تعبیر فیزیک کوانتوم. احتمالاً اونایی که تو حوزه فیزیک نظریان چنین کاری نمی‌کنن. من حالا با اینکه کارم فیزیک نظری، ولی چندین سال توی آزمایشگاه من حرکت الکترون‌ها رو توی روغن مثلا بررسی کردم. درسته که ساکت باشه محاسبه کن بود، ولی من فکر می‌کنم یک چیزی این وسط پنهان است و اون اینکه ما خود به خود از هر تئوری علمی یک تصویری از جهان برامون ساخته میشه. یعنی هر تئوری علمی یک چیزی در مورد این جهان به ما میگه. حالا اگر ما اون رو بذاریم کنار، به عنوان یک حقیقت بهش نگاه نکنیم، بگیم با اینکه جواب‌های خوب میده ولی من باش کار ندارم، میذارمش کنار، من یه مشکلی با این، یعنی خیلی خوب نمیتونم بفهممش. من ترجیح میدم به این فکر بکنم که مثلا برای اینکه بتونم توضیحش بدم که چرا من سراغ لیوان اون لیوان نرفتم، سراغ این لیوان رفتم، میتونم توضیح بدم که جهان‌های موازی وجود داره. یا اینکه من میتونم مدل انیشتینی بهش نگاه کنم بگم یک بلاکی از اسپیس تایم وجود داره و خب اینم تصویر جالبی است. خب آینده در حقیقت نوشته شده، من دارم از یک مسیری از گذشته میام به حال و به آینده و در حقیقت نه اینکه آینده حتی نوشته شده، اوردی اتفاق افتاده. میشه یه تعبیر از این تفاوت شما با آقای بیات رو اینجوری بیان کرد که آقای بیات میگه که ما از تکنولوژی کوانتوم داریم استفاده میکنیم، بر حجم دانستنی هامون هم داره اضافه میشه و به این ترتیب بهتر میتونیم استفاده کنیم از کوانتوم و یه سری از مسائل فیزیک و چه بسا سوالهای فلسفی هم تا حدی حل، اگر نه روشن‌تر میشه. این برخورد ایشونه. برخورد شما بیشتر مشابه کسیه که میگه که دو نوع فیزیک داریم که دو توضیح متفاوت از دنیا دارن و ما باید بتونیم این دوتا رو تبدیل به یک تئوری، یک نظریه کنیم. این تا چه حد مقدوره؟ یعنی دو نظریه رو میشه یک نظریه کرد؟ میشه یک، خیلی مشهور این عبارت دیگه، تئوری همه چیز ارائه داد؟ والا اساس بر این است که این جهان بر طبق چهار نیروی اصلی کار میکنه. هر آنچه که اتفاق میفتد، چه در ذهن ما که حاصل برخورد نورون هاست و باز بر مولکول ها دارن حکمرانی میکنن، چه در جهان بیرون از ذهن ما، آنچه اتفاق میفتد و میتواند اتفاق بیفته حاصل چهار نیروی اصلیه که دو تاش در دل اتم نیروی قوی، نیروی ضعیف. یکیش نیروی الکترومغناطیسه که همون نیرویی است که باعث میشه ما در طول روزمره راه بریم، عضلاتمون استفاده کنیم، نیروی بخار، همه چیز، و یکی هم نیروی گرانشه که جاذبه. و این در حقیقت ما از طریق پیوستن این دو تا این چهار نیرو به هم دیگه به دنبال این هستیم که بتونیم این جهان رو توسط یک در حقیقت نیرو توضیح بدیم. و اگر پیوند بتوانیم بدیم، میتونیم به یک تئوری برسیم که حتی باش بتونیم ذهن رو خیلی درست توضیح بدیم. خب اجازه بدید من ببینم نظر آقای بیات چیه. اگر ما چهار نیروی شناخته شده داریم، نیروی ضعیف، نیروی قوی، الکترومغناطیس و جاذبه،
باید بتونیم از این وحدت به پیوستگی بتونیم یه تئوری در بیاریم دیگه، نباید دو پاره بشه شناخت ما از جهان و دو تا تئوری داشته باشیم. ببینید دو پاره نیست، مثلا اینجا هستش که من معتقدم که آره لزومی نداره که ما فقط این مشکل فیزیک کلاسیک و فیزیک کوانتوم هیچ حل نشه. مثلا اینجاست که با تعبیر فلسفی نمیشه اینو حل کرد. مثلا من اینجاست ما نیازمند آزمایش‌های بیشتری هست. من فکر می‌کنم اگر بجز این نکته که من باش موافقم، من فکر می‌کنم اگر باز به نگاهمون به فیزیک کوانتوم، فیزیک کوانتومی نگاه ابزاری باشه، فقط یک کاملا نتیجه‌گیری فلسفی رو ازش میس می‌کنیم. یکیش این که آیا ما واقعا می‌توانیم تصمیمی رو بگیریم که مال خودمونه یا نه، آیا اختیار داریم یا نداریم. دو اینکه آیا اصلا ما می‌توانیم فکر بکنیم که اگر اتفاق A قبل از اتفاق B افتاد، اتفاق A باعث شد که اتفاق B اتفاق بیفتد، در حقیقت علت اتفاق B بود. یعنی اگر ما صرفاً ابزاری ببینیم فیزیک کوانتومو، البته ممکن آقای بیات بگن که این تعبیر من همین نیست. ببین من نمیگم که فیزیک کوانتومی بیشتر از ابزار، یعنی فقط ابزاره. نکتهش اینجا هستش که من میگم که اگه شما میخواین بیشتر از این بفهمیم، اصلا بحث فلسفه نمیتونه جواب بده. خب ما نیازمند، ببین یک مثال خیلی ساده میتونم بزنم. فلسفه نمیتونه جواب بده، ولی اگر یک کسی بیاد به شما بگه که آیا فیزیک کوانتوم به ما چیز در مورد اصل علیت میگه، همین اشاره‌ای که آقای امیری کردن، شما چی خواهید گفت؟ من میگم که اصل علیت در دفتر تفسیری که از فیزیک کوانتومی در حال حاضر وجود داره و غالب هستش، این تفسیر کوپنهاگی، اصل علیت در واقع یه جوری نقض میشه به این مفهوم که شما از روی علت نمیتونید معلول رو در بیارید، فقط میتونید احتمالاتی بگین که با چه احتمالی ممکنه هر کدوم از این نتایج اتفاق بیفتن. بله. و نمیتونیم، یعنی علیت به مفهوم کلاسیکش وجود نداره که شما اگر بدونیم که ذره‌مون الان در چه حالتی هست، قوانین طبیعتاً بدونیم، خب در فیزیک کلاسیک میگه پیش بینی می‌کنه در زمان بعدی خوب. کجاست. خب این خدشه‌دار شدن اصل علیت شما یه فیزیسیست رو ناراحت نمی‌کنه، یعنی در واقع مشکل برای شما نیست فکر می‌کنید؟ برای فیزیکدان‌ها چیزی که مهم هستش این هستش که طبیعت رو اونطوری که هست ببینن، نه اونطوری که دوست دارن. خب این به نظر من مهمترین اصل علم هستش. تعصبی روی هیچ چیزی نداشته باشیم، روی هیچ نظریه‌ای و روی هیچ در واقع برداشتی از طبیعت نمیشه داشت. کوانتوم مکانیک هم قطعاً کامل نیست، احتمالاً روزی کامل‌تر خواهد شد. نظریه‌های بعدی ممکن هستش علیت رو به فیزیک برگردونن. ما نمیتونیم حکم بدیم که علیت وجود ندارد یا دارد. اگر ما مشخصاً بگیم بجز آزمایش و بجز دیتا ما روش دیگری برای فهمیدن درستی یا غلطی نداریم، یک جاهایی میتونه اشکال پیدا بکنه. اینکه اصلاً ما اول توضیح بدیم منظورمون از علیت چیه، این یه بحث فلسفی است و نکته اینجاست که ما مجبوریم علیت رو به این مدل بپذیریم که اگر ما دیدیم پدیده A قبل از پدیده B اتفاق افتاد و هی بارها و بارها و بارها و بارها تجربهش کردیم، بگیم احتمالاً قرار است دفعه بعد هم همینطوری اتفاق بیفته. مشکل اینجاست که در کوانتوم فیزیک شما میتونید یه الکترون رو بهش یک فوتون بزنید و هر بار به یک سمتی بره. ما دقیقاً نمیدونیم یک الکترون به کدوم سمت بره. میتونیم بگیم مثلا 100,000 تا الکترون احتمال اینکه بیشتر به کدوم سمت برن. اینجا یه بحث مهم رو اجازه بدید ترک کنیم قبل از اینکه دوباره برگردیم به مباحث فلسفی و پیامدهای فلسفی قضیه. ما ممکنه نتونیم نتیجه حرکت یک ذره رو پیش بینی کنیم، ولی برداشت من از کوانتوم اینه که وقتی تعداد ذرات زیاد میشن اون وقت میشه با قطعیت بیشتر صحبت کرد، درسته؟ به این دلیل که قطعیت بیشتر که ما میدانیم از اون تعداد مثلا 1,000 تا ذره میدونیم احتمال خوردن اون ذرات به این منطقه مثلا 90% پس از 1,000 تا میدونیم که 900 تاش در این منطقه فرود میاد. به این معنی که احتمالات همدیگر رو خنثا میکنن در وقت زمانی که ما با اجرام بزرگ سر و کار داریم. وقتی با اجرام بزرگ سر و کار داریم قوانینی بر این اجرام حکم میکنن که این قوانین دیگه احتمالی نیستن. یعنی ما میتونیم حدودا بفهمیم که یک جسمی که 100 بیلیون اتم تشکیلش داده یک جرمی داره و تا حد خیلی با دقت زیاد بتونیم در یک میدان گرانشی حرکتش رو نگاه کنیم. به این دلیله که در فیزیک کلاسیک با اجرام بزرگ سر و کار داره، ما کمتر در قید و بند تناقض‌های کوانتومی هستیم. وقتی که وارد ذرات میشیم اون وقت مشکلات پیش میاد، درست میگم یا نه؟ تعبیر من اصلا اشتباه از این نه این اصلا سوالات همچنان خیلی مهم فیزیک هستش که مرز بین کوانتوم و فیزیک کلاسیک چی هستش. یعنی ما میدونیم که در اجرام بزرگ قوانین کوانتومی نیستن، یعنی مثلا یک ذره اینجوری که اینجا باشه همزمان اینجا هم باشه، این اتفاق نمیافته. یعنی اگه بخوام الان یه تعبیر بهتر پیدا کنم برای سوالم، اگه بخوام اینجوری ترک کنم که
الان رغم اون چه کوانتوم میگه در مورد اینکه نمیشه پیش بینی کرد این ذره به کجا میره، علاوه رغم این ما با دقت بالا میتونیم یه سفینه رو بفرستیم و در یه جای مشخصی در کره ما زمین بیاد. خب این خیلی قطعیت بالا، خیلی دقت بالا میطلبه دیگه و این کارو میکنیم. این در حوزه فیزیک کلاسیکه که انجام میشه دیگه. اون وقت شما من میگی که اما وقتی وارد ذرات میشیم پیش بینی بسیار دشواره دیگه. ببینید در فیزیک کوانتومی هیچ مشکلی وجود نداره که اجسام خیلی ماکروسکوپی خیلی بزرگ هم خواص کوانتومی نشون بدن، یعنی هیچ چیز مشکل بنیادی وجود نداره. مشکل اینجا هستش که در عمل برای اینکه چنین اتفاقی بیفته شما باید این جسم ماکروسکوپی رو کاملا از بقیه جهان جدا کنید، یعنی هیچ برهم کنشی بین این جسم ماکروسکوپی و بقیه جهان نباید وجود داشته باشه. جسم بسیار ریز این جسم بله. و این کار شما در دنیای اتم ها میتونید انجام بدین و این خب برای اجسام بزرگ غیر ممکن هستش. مثلا شما الان آزمایش های کوانتومی که قرار انجام بشن و در روزانه انجام میشن در دماهای بسیار پایینن و جایی هستن که هیچ فوتونی وجود نداشته باشه تا بتونین این اتفاقا بیفتن، مثلا کاملا خلأ و این امکان ها در جهان بزرگتر وجود نداره. ولی الان همین الان دارن کارهای انجام میدن که مثلا اجسامی رو در حالت در تلاش هستن که کوانتومیشون بکنن که به نوعی ماکروسکوپی هن، یعنی میکرومتر هن، یعنی بله. هزاران اتم هن و این تلاش در حال حاضر در حال انجام خب، هست. برگردیم به اون پیامدهای فلسفی کوانتوم و ناسازگاری بین کوانتوم و فیزیک کلاسیک. یکی از زمینه هایی که کوانتوم میتونه درش نه اینکه حرف داشته باشه ولی تفسیری درش به وجود بیاد حوزه جبر و اختیاره. حتی شما که میگید که نباید با تعمق فلسفی سعی کنیم مسائل رو حل کنیم و ناسازگاری فیزیک کلاسیک و کوانتوم رو از سر راه برداریم، قبول دارید که یه پیامدهای فلسفی در حوزه جبر و اختیار داره؟ 100%. بله. چی هست این؟ ببینید مهمترین قضیه این هستش که شما در فیزیک کلاسیک اینطور هستش که میگه شما اگر شرایط اولیه سیستمتون رو بدونید، یعنی بدونید که دقیقاً سرعت ذرات شما چقدره و مکانشون چقدره و قوانین رو هم بدونید، مثلا قانون نیوتن، بعد شما میتونید در هر زمانی میتونید بگید دقیقاً ذرات کجا هستن و چه سرعتی دارن، یعنی سیستم کاملا پیش بینی پذیر هست. برای اساس سفینه میفرستید و دقیقاً کجا فرود، یعنی شما برای فرستادن سفینه به ماه اصلا فقط فیزیک کلاسیک کافیه، هیچ چیز دیگه‌ای نمیخواید. خب اگه اینطوری باشه، خب شما میتونید فکر کنین که خب انسان ها و مثلا همه موجودات هم در نهایت سری ذرن اتم هستن که این اتم ها حرکت میکنن، سرعتی و مکانی دارن و اگر ما این فیزیک کلاسیک حاکم بر جهان هستی باشه، پس کاری که من الان میکنم حاصل اتفاقی بوده که مثلا در انفجار بزرگ بوده، اون لحظه جهان اینطوری چیده شده باشه که من الان این کار رو انجام بدم در این لحظه، بنابراین اختیاری باقی نمیمونه. جایی برای اراده انسانی، عامل انسانی به اون معنایی که ما میفهمیم، یعنی در واقع بیاد و روندهای طبیعی رو درش دخالت کنه، فکر میکنید باقی نمیگذاره فیزیک کلاسیک. این تعبیر شماست از فیزیک کلاسیک. این پیش بینی پذیریه دیگه، یعنی میگه سیستم در آینده به طور کامل پیش بینی و انسانی سیستمش. دقیقاً. مثلا پاسکال یه حرف جالبی داره در ادامه حرفایشون که میگه جای و هر سرعت همه ذرات رو در عالم به من بگید، من به شما میگم تا 100 میلیون سال دیگه چه اتفاقی میفته. خب حالا کوانتوم اون وقت میاد فیزیک کوانتوم به خاطر اینکه ببین شما هر وقت یک اندازه‌گیری انجام میشه، هر مشاهده‌ای باعث میشه که یک نتیجه‌ای بده که کاملا رندوم هست، خب و فقط احتمالش رو شما میتونید تعیین بکنید. خب با هر مشاهده این جهان هستی کاملا عوض میشه و بعد از اینکه اندازه‌گیری انجام شد اون تابع موج یا حالت کوانتومی کاملا تغییر میکنه و برای این جهان جدیدی انگار به وجود میاد. اینجا منظور شما این است که کوانتوم جا باز میگذاره برای اراده انسانی. بله. اینکه اراده انسانی همون سنجشگر، همون آزمایشگری که میاد و میاد نتیجه رو عوض میکنه. بله، یعنی که پیش بینی پذیری رو حذف میکنه. یعنی که شما نمیتونین دیگه اون جبر رو حذف اون جبر رو حذف میکنه. بنابراین این تعبیر شما از کوانتوم اینه. والا تعبیر من که خب این در حقیقت کوانتوم فیزیکس همین رو میگه، آزمایش ها این رو نشون میده که در لول مولکولی و اتمی ما میتونیم یعنی انتظار رفتار به کاملا رندوم و رفتار احتمالی داشته باشیم. اما ولی افسون بر اون ایشون میگه که در فیزیک کوانتوم اون مؤلفه ای که وارد میشه، یعنی سنجشگر، آزمایشگر، حتی ابزرور، کسی که نگاه میکنه، اون تغییر ایجاد میکنه در نتیجه. دقیقاً همون چیزی که انیشتین هم خیلی باهاش مشکل داشت که شما اگر یک الکترون اینجا دارید که
جفت شده با الکترون دیگری که چه می‌دونم 100 میلیون سال اون طرف هست، شما وقتی این الکترون رو نگاه می‌کنید خود به خود اسپین این الکترون روی اسپین اون الکترون که اون دور هست تأثیر می‌ذاره، یعنی اطلاعات با سرعت 100 میلیون برابر سرعت نور بین این دو در ارتباط هست و این انشتن گفت اصلا همچین چیزی امکان نداره و مشکلش با این داستان این بود. متوجه نشدم که شما قبول دارید که در فیزیک کوانتوم جا باز میشه، راه باز میشه برای اون چه که حالا ممکنه اسمش بگید یک قرائتی از فیزیک کوانتوم که حقیقت رو در این میگیرد که جهان به طور رندوم کار میکنه و آزمایش ها کاملا نشان میده که این جهان رندومه به همچین نتیجه غیر قابل پیش بینی. منظور من ترجیح میدم هنوز راه رو برای این باز بذارم که ما بتونیم با دیتاهای بیشتر شاید بتونیم اصلا کلا تابع موج رو تغییرش بدیم. ولی یک مشکلی هست، اونم دقیقاً نامساوی بل هست. خب یعنی که اینها هر روزه داره نامساوی بل نقص میشه، یعنی متغیرهای نهایی وجود نداره. عذر میخوام برای بیننده ای که مثل من توضیح بدید منظورتون از نامساوی چیه. ببینید نامساوی بل این توضیح میده که میگه من دو تا ذره داشته باشم، یکیش اینجا باشه یکیش اونور دنیا، خب یعنی هیچ ارتباط علی اینا با هم دیگه نداشته باشن. پس شما یه آزمایش های رو روی اینا انجام میدین، بعد یه سری عدد در میارین، این عدد رو با هم دیگه مثلا ضرب و تقسیم میکنین. خب بعد این عدد فیزیک کلاسیک پیش بینی میکنه که همیشه عددی هستش کوچیکتر از عدد 2. خب بعد فیزیک کوانتوم میگه که نه، این میتونه تا 2 ضرب در رادیکال 2 هم بره بالا. خب میریم تو آزمایشگاه و این عددها رو برای اینکه این ذرات رو به وجود بیاریم باید از اون برهم نهی های کوانتومی استفاده کنیم. اگه برهم نهی های کوانتومی به اندازه کافی وجود داشته باشه بین این دوتا، میبینیم که ما دقیقاً 2 رادیکال 2 رو میتونیم به دست بیاریم. یعنی که پیش بینی های کلاسیک وجود نداره، یعنی که ما هر نظریه‌ای که بخوایم بسازیم باید بپذیریم که 2 رادیکال 2 رو باید توش باشه و این به این مفهوم هستش که شما نمیتونین بگین که مثلا با متغیرهای نهان میتونم مثلا حل کنم. نه نمیتونین، چون اگر فرض کنیم که متغیر نهانی وجود داشته باشه شما به اون 2 بیشتر نمیرسین. برای خب. هر نظریه جایگزین فیزیک کوانتوم قطعا کامل نیست. مثلا من میتونم بگم چرا کامل نیست، یکی از دلایلش این هست که مثلا میگم در فیزیک کوانتوم همیشه فرض کنیم که مشاهده گر خودش کلاسیکیه، حالا اگه خود مشاهده گر هم کوانتومی باشه چی؟ خب این الان فیزیک کوانتوم برای واسه اینم دیگه جوابی نداره، یعنی فرض بر این هست که مشاهده گر چیز کلاسیکه و خب حالا اگه مشاهده گر رو هم بخوام کوانتومی بکنیم دیگه همه چیز به هم میریزه. پس طبیعتا وقتی میگید مشاهده گر رو کوانتوم میکنیم معنیش این است که مشاهده گر هم رفتار قابل پیش بینی نداشته باشه، مثلا مشاهده گر هم خودش اینجا باشه و اونجا باشه. حالا بله. حالا کی هستش اینجا که این سیستم کوانتومی رو اینجا اندازه گیری بکنه که این نتیجه میشه گفت منطقی از کوانتوم میتونه باشه دیگه، چون کوانتوم وقتی راجع به ذرات صحبت میکنه و مشاهده گر هم حاصل ذرات، اگر ذرات غیر قابل پیش بینی ان مشاهده گر هم میتونه چنین باشه. بنابراین میشه گفت اون مبحث اصلا جبروکچار منحل میشه در کوانتوم اگر چنین چیزی بگیم. نه ببینید در حال حاضر فرض بر این هستش که ابزار اندازه گیری و اون حالا مشاهده گر که اسمشو بذاریم این ابزار اندازه گیری مثلا چشم ما شده این کاملا کلاسیکی درش هست. آره این دقیقا تناقض دیگه است دیگه. این فرض در فیزیک کوانتومی فعلا وجود داره و این هم یکی از مشکلاتی هستش که به هر تعبیر فیزیک کوپنهاگی وجود در واقع داره. یعنی فیزیک کوانتوم فرض رو بر این قرار میده که هایزنبرگی که در مثلا 1930 چنین آزمایشی میکنه با هایزنبرگی که در 1945 همون آزمایش میکنه همون آدمه و این فرض اینم یه فرض منطقی داره. ما مشاهده گرمون که داریم صحبت میکنیم مشاهده گر ما در واقع میتونه وسیله اندازه گیریمون باشه، لزومی نداره که انسان باشه. آره بنابراین از این بابت حالا مشکلی پیش نمیاد، ولی به هر حال میگم این مشکل در فیزیک کوپنهاگی وجود داره. یعنی قطعا از لحاظ فلسفی فیزیک کوانتوم مشکل داره، قطعا نیاز به نظریات بهتری خواهیم داشت. حرف من این هستش که این نظریه بهتر از دل فلسفه بیرون نخواهد اومد. بله. از دل آزمایش بیرون خواهد اومد. یه نکته ای من در مورد جهان موازی هم بگم، یادم رفت. فرض بر این تفسیری که به چند جهانی. بله دقیقاً. بله. فرض بر این هست که اونقدر تعداد این جهان‌ها زیاد است که میتونه تمام پاسیبیلیتی یا تمام احتمالات رو شامل بشه، که این که الان من به این طرف خم بشم یا به این طرف خم بشم، همه این احتمال هر کدوم این تصمیما باعث به وجود آمدن یک جهان موازی جدید میشه. یک نگاهی یه مثال جالبی میزنه که این فیلسوف در حقیقت فیلسوف و نویسنده است، آقای بورخس یه داستانی نوشته به نام کتابخانه بابل، نمیدونم. بله. که در این کتابخانه در حقیقت فرض بر این است که بی نهایت این کتابخانه ابعادش بزرگه و بی نهایت در این کتابخانه کتاب وجود داره و
کلمات به طور رندوم در این کتاب‌ها ریخته شد، کلمات هم نه، حرف‌ها. و آیا می‌شود نتیجه‌گیری کرد که تمام حرف‌های ممکن رو از طریق این کتابخانه می‌شود زد؟ یعنی شما می‌تونید هر آنچه که بشود گفت رو بریزید رندوم تو این عالم و بشود گفت، و فکر می‌کنم می‌شود از طریق ریاضیات نشون داد که شاید نمیشه. من فکر می‌کنم با یعنی یک حالا داستانش طولانیه، با تعریف الف که الف یک و الف دو الف سه چند نمونه از بی‌نهایت هستن که هر بی‌نهایتی با بی‌نهایت دیگر چه فرقی داره. من فکر می‌کنم مشکل جهان‌های موازی یکی از مشکلاتش اینجاست که یک پارادوکس ریاضیاتی پیش میاد که شما نمی‌توانید همه آنچه که اتفاق خواهد افتاد و بتواند اتفاق بیفته رو براش شماره داشته باشید، یعنی بتوانید به صورت احتمالی همینطوری رندوم بگید. من شخصا مشکلی با این تعبیر چند جهانی ندارم، مشکلی به نظرم وجود نمیاد در این زمینه از نظر من، ولی میگم مشکلش این هستش که نمیتونیم چکش کنیم. یعنی چطوری میتونیم ثابت بکنیم که چند جهانی وجود داره و کوپنهاگ غلطه یا برعکس؟ این امکان واسم وجود نداره. وقتی که امکان واسم وجود نداره، خب میتونیم بگیم صرفا در حد تفسیر باقی بمونه. تا شما معتقد هستید که خود علم میتونه یه جاهایی کمک کنه و آروم آروم به ما بفهمونه که این تفسیر مثلا به کلی باید کنار گذاشته بشه و کدوم تفسیر؟ یک مثال براتون بزنم. ببین فرض کنین که انیشتین نظریه نسبیت عام رو نمیداد. خب نسبیت عام امروز توسط ماهواره‌های جی پی اس کشف میشد، برای اینکه ما برای اینکه بتونیم نقشه های در واقع روی موبایلمون استفاده کنیم الان باید تصحیحات نسبیت عامی انجام بشه روش. یعنی ما قطعا میتونستیم اینو با سیستم جی پی اس پیدا بکنیم. بنابراین این آزمایش ها بالاخره یک روزی راه رو باز میکنن که آیا واقعا این چند جهانی درسته، آیا واقعا تابع موج واقعا فرو مثلا بعد از اندازه گیری واقعا تغییر میکنه. اینها یک جایی بالاخره آزمایش ها پیدا این حد طرز شما در این است، برای این است که از فلان آزمایش حتما تنها نتیجه گیری منطقی که میشود میشد کرد مثلا نسبیت خاص انیشتین است که مثلا به شما میگه خیلی خوب یک گلوان توی جو زمین داره میاد پایین، طول عمرش کسری از ثانیه است، ولی ما 7 ثانیه میبینیم که طول میکشه تا به سطح زمین برسه، پس این 7 ثانیه چرا عمرش اضافه شد؟ ولی میبینیم چون نزدیک به سرعت نور حرکت میکنه انگار زمان براش کش میاد. پس این آزمایش مشخصا نتیجه میدهد، یعنی بر طبق این گفتگو نتیجه میدهد تئوری نسبیت خاص انیشتین رو. من اینجا مشکل دارم، چون من معتقدم مپ کردن این جهان، توضیح این جهان از طریق یک تئوری به این معنی نیست که تنها روش برای توضیح جهان آن تئوری است. در واقع میشه اینجوری گفت که شما معتقد هستید که اگر مثلا جی پی اس الان نسبیت رو به هر حال به ما میداد، لزوماً تئوری نسبیت عام ممکن بود از دلش در نیاد، شاید با ابزار دیگری ما توضیحش میدادیم. من اینجوری نظر من بر همین دارم فلسفه به داستان نگاه میکنم. متوجه هستم. در واقع منظور شما این است که اگر این توضیحات رو ما الان میتونیم از طریق مثلا جی پی اس از طریق تکنولوژی جدید بیاییم، دلیلش این است که در این پارادایم داریم فکر میکنیم. و این انیشتین پارادایم ذهن ما رو تعریف کرده، یعنی پارادایم نسبیت رو به ما داده، ما در اون پارادایم ما خارج از اون نمیتونیم کاری بکنیم. دقیقاً. بذارید یه سوال خیلی مهم پیش از پایان برنامه طرح کنیم، اونم این که کوانتوم افزون بر اون چیزی که آقای بیات گفتن ترانزیستور و یه سری تکنولوژی‌های مرتبط، چقدر میتونه ابزار دست ما بشه، دستگیر ما بشه در این دنیای تکنولوژیک کنونی؟ چقدر مثلا میتونه به کلی یک انقلاب علمی جدید ایجاد کنه؟ والا اگر منظورتون قضیه کوانتوم کامپیوتر هاست، ما داریم در موردش فکر میکنیم. من فکر میکنم اتفاقاتی که میتونه خیلی جلو ببره علم ما رو، یکی از مهمتریناش حضور کوانتوم مثلا در نوروساینس یا فهمیدن که بتونیم به یک مدلی ذهن انسان رو مپ بکنیم، و اگر بتوانیم ذهنمون رو در حقیقت نشون بدیم که چطور یک تئوری درست ذهن داشته باشیم، که این شاید از طریق حتما احتیاج به کوانتوم فیزیک اون وسط هست، به کوانتوم مکانیک. کوانتوم فیزیک راجع به ذهن صحبت میکنه یا راجع به مغز؟ اینا راجب مغز. خب البته من مشخصا موضوعم این است که ذهن حاصل مغز است، یعنی من معتقد به دوالیزم نیستم. یک دوگانگی وجود داره که میگن ذهن از یک جنس است، مغز از جنس دیگه. این قابلیت در فیزیک کوانتوم هست که بتونه مغز ما رو به ما بشناسونه. من فکر می‌کنم یکی از راه‌هایی که فیزیک کوانتوم میتونه بره و بسیار میتونه مفید باشه برای توضیح واقعیت، چون مهمترین سوالی که شاید بشر پرسیده است از لحظه تولد این است که واقعیت چیست، چه چیزی واقعیت رو تشکیل میدهد. و سوال معمولا جواب ها این بوده که آن چیزی که واقعیت هست رو ما نمیتونیم بفهمیم، چون از ابزار حواسمون داریم استفاده میکنیم. به هر حال واقعیت از پل حواس ما به مغز ما میده، و من نمیتونم اون لیوان رو در مغزم داشته باشم، یک تصویری از اون لیوان در مغزم دارم. اما فیزیک کوانتوم به ما میگه که آقا اصلا اون تصویره میتونه واقعیت نباشه، چون من نتایج آزمایش من تصویری به شما میده که اصلا، یعنی میگه این تصویری که شما میبینید شاید اصلا خواب خیال است، واقعیت
آن جهان کوانتومی است که نتایج چیز دیگری است. واقعا کوانتوم این رو میگه، یا اینکه مثلا یکی از تفسیراش میتونه این باشه که این لیوانی که شما میبینی مثلا در تفسیر چند جهانی یکی از اون لیوانها در جهانهای متفاوته. شما اگر میخواید شما رو به اون حد از ایدئالیسم که نمیرسونه، ببینید بسیاری در شما بخواید چطور نگاه بکنید. اگر شما بخواید فرار بکنید از اینکه واقعیت رو نفی بکنید، میتونید به سمت چند جهانی برید. منظور من اینه که شما اگر رئالیست باشید چگونه تفسیر میکنید کوانتوم فیزیک رو، اگر رئالیست نباشید چگونه تفسیر میکنید. خب شما فکر میکنید از فیزیک کوانتوم چی به ما داره میرسه و چه تاثیرات جدی تو زندگی ما خواهد گذاشت؟ من فکر می‌کنم الان تکنولوژی کوانتومی کاملاً به عنوان تکنولوژی در واقع در جهان شناخته میشه و سرمایه گذاری های بسیار بزرگی هم در حالا کشورهای مختلف روی انجام میشه. مثلا شما گفتید در چین هم درس میدید، احتمالاً چین خیلی تو این زمینه درس چین مثلا سرمایه گذاری که در تکنولوژی کوانتومی داره انجام میده چیزی وردر 10 میلیارد دلار برآورد میشه در سال، و در قیاس با مثلا اروپا، مثلا اروپا 1 میلیارد یورو سرمایه گذاری کرد، بیش از 10 برابر اتحادیه اروپا داره روی فیزیک کوانتوم سرمایه گذاری. چین تنها کشوری هستش که ارتباط کوانتومی بین زمین و ماهواره داره و 2000 کیلومتر در واقع فیبر نوری کوانتومی در حال حاضر در بین شانگهای و پکن در حال ساخت هستش. نکته اینجا هستش که این تکنولوژی های کوانتومی قراره چی به ما بدن. یکی از مهمترینشون در واقع کامپیوترهای کوانتومی هستن، به این مفهوم که اگه شما نگاه بکنید به هارد دیسک هایی که ما الان داریم، این هارد دیسک ها خب یه سری بیت هستن، صفر و یک ذخیره میکنن. این صفر و یک ها در حال حاضر روی یک سری واحد های حافظه دارن ذخیره میشن و هر واحد حافظه الان چیزی حدود 1000 تا 10000 تا اتم هستش. ولی اگه یه قانونی وجود داره به اسم قانون مور، قانون تجربیه، میگه هر دو سال یک بار تقریبا حجم این حافظه ها نصف میشه. خب بعد از یه مدتی ما به جایی میرسیم که برای یک سلول حافظه تعداد کمی اتم لازمه و برای قوانین کوانتوم اونجا حاکم میشه و میتونیم برهم‌نهایی های کوانتومی داشته باشیم. اگه به اونجا برسیم، اون موقع میتونیم این کامپیوترهای کوانتومی به ما توانایی اینو میدن که مثلا بتونیم همه در واقع حساب های بانکی رو به راحتی هک بکنیم. بعد حالا آیا مشکلی به وجود میاد؟ نه، مشکلی به وجود نمیاد، برای اینکه در کنارش تکنولوژی در واقع مخابرات کوانتومی وجود داره که این ارتباطات رو هم اگه کوانتومی بکنیم اتفاقا ارتباطات 100% امن میشن. مثلا اگه الان من و شما با تلفن صحبت بکنیم، نفر سوم میتونه مثلا حرف ما رو گوش بده، ما نمیتونیم بفهمیم که داریم شنودیم در حال حاضر. در حال حاضر در با تکنولوژی کوانتومی بشه، ما بلافاصله متوجه میشیم که یه نفر داره این به ما گوش میده. ببین میتونیم یعنی کوانتوم میتونه امنیت ما در حوزه دیجیتال رو افزایش بده 100%. الان یکی از دوباره در واقع موضوعات تحقیقاتی الان در دنیا اینترنت کوانتومی هستش که خیلی هم روش داره کار میشه. مسئله دیگه سنسورها هستن، سنسورهای کوانتومی هستن که مثلا میتونن حالا میدان مغناطیسی، میدان الکتریکی و میدان جاذبه رو با دقت بسیار بالای اندازه گیری کنن. مثلا در دانشگاه بیرمنگام الان یه دونه سنسور ساخته شده 100 کیلو هم بیشتر نیست وزنش، یعنی پشت ماشین حمل میشه و شما میتونید جاذبه رو با دقت بسیار بالای اندازه‌گیری بکنین. خب به طوری که مثلا یک آدم وارد آزمایشگاه بشه، جاذبه این آدم رو میتونن اندازه‌گیری بکنن. خب این سنسورها میتونن کمک کنن جاذبه این آدم رو اندازه‌گیری کنن، معنیش یعنی تغییری که در گرانش ایجاد میشه در نتیجه ورود این آدم رو میتونن پیدا بکنه. بخاطر این مثلا در رقم 10^12 اشاره و این میتونه این چه کمکی خواهد کرد؟ ببین مثلا اگه شما بخواید نفت پیدا بکنین، خب جاذبه زمین جایی که نفت هست با جایی که نفت نیست، جایی که آهن هست با جایی که مس هست فرق میکنه. خب برای معادن خیلی کلیدی هستش، برای همین مثلا یکی از چیزهای خیلی مهم هستش. چیزی هم که حالا آقای امیری گفتن در ارتباط با مسئله فهم مغز و این چیزا و فیزیک کوانتومی، الان یکی از اتفاقا شاخه های کار در واقع میزان اهمیت فیزیک در زیست شناسی هستش. ما الان تقریبا میدونیم ثابت در واقع ثابت شده است، آزمایشگاهی ثابت شده هستش که در جذب فوتون یه سری باکتری ها هستن که فتوسنتز میکنن در اعماق دریا و فقط روزی 8 فوتون میگیرن و با 8 فوتون نمیتونن زندگی کنن. افیشنسی بازدهی جذب این 8 فوتون 100% هستش و این مکانیک کوانتومی بسیار مهم هستش در جذب این
این فوتون ها. و این میتونه به چیزهایی ما رو برسونه که در حوزه سلامت و بهداشت و درمان و درمان بیماری ها. در سلول های نوری، سلول های در واقع باتری های نوری الان بهترین باتری های نوری که ما داریم بازدهشون فکر کنم 10% ازش. خب اینا دارن 100% جذب میکنن. ما اگه بتونیم نور رو 100% جذب کنیم، یعنی شما میتونید یک سری در واقع سلول های خورشیدی بسازین که با راندمان بسیار بالاتری برق تولید بکنین. این یکی از چیزها هستش. شما چیزی میخواید اضافه کنید؟ همین رو می‌خواستم بگم که در مشکل انرژی رو احتمالاً می‌شود الان دو پروژه مهم هست. یعنی اگر نسبیتی نگاه بکنیم داریم می‌ریم که باتری‌هایی بسازیم که مثل خورشید فیوژن ریاکتور هستن، که ولی در این حال همونطور که ابوالفضل جان گفتن با درک درست از کوانتوم ما میتونیم به حدی با بازده بالا به حدی بالا که شما میتونید دونه دونه فوتون ها رو بشمارید در حقیقت، یعنی بدونید چند تا دونه فوتون. و کاری که فوتون میکنه در حقیقت فوتون یک بسته انرژی است، میاد میخوره به اتم شما و الکترون شما رو از یک مدار به مدار بالاتر برانگیخته میکنه. و بعد فتوسنتز چه اتفاقی میفته؟ که مثلا یک مولکول کربن تشکیل میشه و با برانگیخته کردن اینها و چسباندن اینها و بعد ما مثل یک بسته انرژی این کربن تو بدن آزاد می‌کنیم. بله. تا اون انرژی رو در حقیقت مصرف می‌کنیم که انرژی فوتونی است که از خورشید به ما رسیده در حقیقت. از شما می‌خوام یه سوالی بپرسم، چون شما بیشتر به فهوه‌های فلسفی کوانتوم علاقه دارید. ما وقتی فیلسوفای مثل کانت رو می‌خونیم و به سمت قرن 20 میایم، می‌بینیم که اون شکاف بین سوژه و ابژه، اون شکاف بین عامل شناسا و موضوع شناسایی کم کم برداشته میشه. یعنی به سمت قرن 20 میایم، در واقع اون دوگانه کاذب رو از راه سر راه بر میداره دیگه، که من اینجا ایستادم و دنیای بیرون کاملا بیرون از منه و من میتونم به خوبی اون رو بشناسم با یه ابزارهایی. من اون ذهنی هستم در این جهان، ولی در واقع دوگانگی دکارتی رو از سر راه بر میداره. آیا کوانتوم در واقع اثبات همین قضیه نیست که نمیشه انشقاقی ایجاد کرد بین عامل شناسا و موضوع شناسایی؟ همین observer effect، همین تأثیر عامل انسانی که آیه بیات ازش صحبت میکرد، که شما همین که میای سنجش کنی در نتیجه فرایند تغییر ایجاد میشه. در واقع میشه گفت که معنیش این است که کوانتوم داره یه چیزی که فیلسوف‌ها در قرن 17 و 18 به این سو میگفتن رو داره اثبات میکنه، نه؟ بله، کاملا من موافقم. مثلا در باب همین تئوری عدم قطعیت آقای هایزنبرگ، ما میتونیم سوال بکنیم که آیا عدم قطعیت به قضیه سوژه و ابژه برمیگرده؟ یعنی آیا ما به خاطر اینکه یک سوژه هستیم نمیتوانیم اون عینیت، یعنی اون عینیت یک چیزی است که برای ما درکش سخت است به خاطر ذهن بود، به خاطر سوژه بودن ما، یا یک چیزی است که در ذات جهان است؟ یعنی آیا عینی است اینکه این جهان؟ شما اگر عدم قطعیت حرفش این است که میگه شما یک ذره رو وقتی شما دارید بررسی میکنید، یا میتونید سرعتش رو بررسی بکنید، یا میتونید یعنی بررسی بکنید که یا جرمش چقدره، یا همزمان نمیتونید هر دو رو انجام بدید. بله بله، یعنی ببخشید اندازه حرکت که همون پی وی میشه، هر دو رو با هم نمیتونید داشته باشید. خب حالا آیا این یک جهان ما بر اساس یک قانونی به نام عدم قطعیت خلق شده، یا ما به عنوان یک سوژه در این جهان اون عدم قطعیت رو میبینیم؟ و این خب خیلی سوال مهمیه به نظر من. و اگر ما جواب این سوال رو از زودتر بدیم، قبل از اینکه وارد فیزیک کوانتوم بشیم جواب رو داده باشیم، نگاهمون به فیزیک کوانتوم یک نگاه هست. اگر قبل از اینکه وارد به فیزیک کوانتوم بشیم جواب نداده باشیم، به جوابی که فیزیک کوانتوم به ما میدهد فکر بکنیم، من باز به فکر میکنم یه انترپریتیشن یا یک تعبیر دیگری از فیزیک کوانتوم خواهیم داشت. قبول دارید که فیزیک کوانتوم در واقع چیزی رو داره اثبات میکنه که بعضی از فیلسوفای قرن 17 و 18 به این سو گفتن؟ یعنی انشقاق اونچنانی، انشقاقی اصلا بین عامل شناسا و موضوع شناسا وجود نداره، و عامل شناسا که وارد فرآیند میشه، موضوع میتونه متفاوت باشه، نتیجه آزمایش میتونه متفاوت باشه. بله 100%. این دقیقاً بحث کوانتوم همینه. یعنی مشاهده گر ما تأثیر مستقیم روی سیستم میگذاره، و برای این دقیق قلب فیزیک کوانتومی هم همینه. و مهمترین، شاید یکی از مهمترین تفاوت‌هاش با فیزیک کلاسیک هم دقیقا همین باشه که مشاهده‌گر سیستم رو تغییر میده. بسیار خوب، خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم، اما پیش از خداحافظی باید برای اون دست از
بیننده هایی که این بحث رو و شنونده هایی که این بحث رو تا حدی مشکل یافتن بگم که در اینترنت فیلم های ساده زیادی هست، انیمیشن یا کارتون های ساده زیادی هست که توضیح میدن که کوانتوم چی میگه، ناسازگاری کوانتوم با فیزیک کلاسیک چه هست و تا حدی هم حتی در مورد پیامدهای فلسفی فیزیک کوانتوم صحبت میکنن. باشه، ممنون که با این بحث نشستید و ممنون از مهمان های برنامه بریا امیری و ابوالفضل بیات.